خب به نام خدا، من مسعود سلیمانی هستم. خیلی ممنون که تشریف آوردین. امروز می‌خوایم راجع به نمایش متن توی کنواس یا حالا کنواس صحبت بکنیم. نمایش دادن کاستوم ویو ها و اینکه مثلا می‌خوایم ویو های خواسته رو با کنواس درست بکنیم، فکر می‌کنم که تکست یکم سخت‌تر باشه نسبت به نمایش عکس یا ویدیو، و به خاطر اینکه حالا حالت‌های مختلفی داره. حالا کم کم جلو میریم و من با این استفاده بخشی که قراره چیز بکنیم و یه ریویو میکنم، بعدش میریم جلوتر. استفاده بعدی چطور میره؟ برای نمایش متن توی حالت تک خطی و چند خطی، حالا توی تک خطی زیاد سخت نیستش و همون کنواس میتونه برامون این کار رو انجام بده، ولی توی مولتی لاین برای اینکه مثلا بخوایم لاین بریکینگ رو انجام بدیم باید یه سری کلاس های کمکی استفاده بکنیم که حالت های مختلف مثل راستین یا چپچینش هم بتونیم هندل بکنیم. بعد بخوایم بریم بعدی، بعدش میخوایم راجع به تیم کردن تکس ها، چه حالا تک خطی و چند خطی، استفاده بکنیم. بعضی جاها ممکنه که حالا اون ارزی که به تکسمون دادیم اون تمام متن رو نتونه نمایش بده، و اینجا ما نیاز داریم که ته متن رو حالا یه سنخته یا یه نمایش یه چیزی انجام بدیم که متوجه بشه کاربر که این متن هنوز ادامه داره ولی جا نشده هنوز. بعد مورد بعدی اینه که بتونیم آتو فیت بکنیم، تقریبا برعکس حالت قبله. بعضی جاها مثلا مثل توی نمایش متن توی دکمه ها مثلا ممکنه که یه سایز ثابتی داشته باشن و متنمون بزرگ یا کوتاه باشه، و اینجا مثلا میتونیم با این روش یه کاری بکنیم که متنمون یه جوری آتو فیت بشه به اون ارزی که بهش دادیم. حالا میبینید که اینجا توی دو تا اسکرین شات متنی که حالا یکم طولانی‌تر بوده یکم کوتاه‌تر یکم کوچیک‌تر نمایش داده میشه. بعد میایم با استفاده از کلاسایی که کمکی هست و بهشون میگیم حالا اسپنبل استرینگ ها، میام یه بخشی از متن یا حالا کلش رو اصطلاحی متفاوت میدیم، یا مثلا میتونیم مثل همون عکسی که به صورت ایموجی نمایش داده شده عکس ها هم لای متنمون نمایش میدیم. مورد بعدی استفاده از شیدر هاست یا فیلترهایی که میتونن تکستمون رو یکم حالت متفاوتی بهش بدن، مثل همون گردین شیدر و بیت مپ شیدر و بلور ماسک و حالا کلاس های دیگه که حالا چند تاش اینجا مثال زدیم. بعدش میرسیم به تاچ کردن و ایونت هایی که کاربر میتونه حالا با ویو ها انجام بده. تاچ رو یه جوری هندل میکنیم، کلیک و لانگ کلیک و دابل کلیک و حالا زومین زومو تو که فکر کنم دیدید. حالا اگه میخواد اپو دانلود بکنید از این کیو آر میتونید استفاده کنید یا لینک پایینش پروژه مال اگه کلون نکردید تا الان میتونید استفاده کنید. خب میریم سراغ متن. خب برای شروع یه متن ساده رو اگه بخوایم نمایش بدیم، یکم اون را جا نمیشه ولی اون بخش اصلی شما نمایش بیدیم. توی کنستراکتور کلاسمون که حالا از ویو اکستند شده، میام یه سری مواردی که حالا نیاز داریم توی رسم کردن ویو هامون رو یه جوری پریلود میکنیم که از قبل داشته باشیم و این نیاز نباشه که هر دفعه که حالا متد آندرا کال میشه این کارهایی که حالا یک بار بیشتر نیاز نیست رو انجام بدیم. و اینجا تکست پینتمون رو رنگش رو مشخص میکنیم و تک سایزمون رو مشخص میکنیم و حالا فاصله از چپ یا و بالا رو حالا 32 دی پی اینجا قرار دادیم. توی متد آندرو هم که از متد درو تکس استفاده میکنیم، متن رو اون محلی که حالا از سمت چپ و بالای صفحه نمایشمون یا ویومون هست رو بهش میدیم، و تکس پینت که حالا ویژگی‌های ظاهری تکسمون رو مشخص میکنه رو بهش میدیم. که میتونید الان خروجیش هم ببینید اینجا، برم پریویوش هم بدم بهتون.
حالا می‌بینیم که خیلی ساده، حالا توی یک خط حالا متن اون رو نمایش میده و اگر متن اونم طولانی تر باشه از صفحه میزنه بیرون، یعنی همجوری می‌نویسه و جلوتر میشه. مورد بعدی هندل کردن متنهای طولانی تر و یه جورایی چند خطی کردن متنمون هست که اینجا ما از کلاس های کمکی به نام استاتیک لایوت و داینامیک لایوت استفاده میکنیم که اینا یه جورایی اون تکستی که قرار نمایش داده بشه رو برای ما پریلود میکنن قبل از اینکه ما بیایم متن رو داخل کنواس نمایش بدیم. اون عرضی که نهایتا میتونه متن مداخلش نمایش داده بشه رو از ما دریافت میکنه. اینجا رو بره پایین تر اینجا، حالا توی API اندروید ام این دیپریکیت شده، حالا یه متد بیلدرش باید استفاده کنیم ولی متد قبلی API قبلی این بخش تکست رو میگیریم بعد تکست پینت رو بهش میدیم که ویژگی ها ظاهریشه. ماکس ویدز اون نهایت متنیه که ما میتونیم به متن، نهایت عرضیه که میتونیم به متنمون بدیم که اگر حالا متنمون بیشتر از اون بود به خطای بعدیش میرسه. و الاینمون رو مشخص میکنیم که الان نرمال دادیم که اگر مثلا متنمون انگلیسی باشه از چپ مینویسه، اگر راست باشه که از راست متنمون نمایش میده. و فاصله بین خطوط و کاراکترها رو مشخص میکنیم با دوتا متدی که آلبومونی که بهش پاس میدیم. و حالا پدینگش هم حالا فارس کردیم که فعلا نمیخوایم پدینگی داشته باشه. و توی متد آندرو به این صورته که ما میایم اول استیت کنواسمون رو ذخیره میکنیم و نگه میداریم و کنواسمون رو ترسلیت میکنیم به اون ناحیه‌ای که متنمون میخواد از اونجا نمایش داده بشه و اونجا از اونجا میخواد رسم شدن شروع بشه. و این دفعه کنواس رو به استاتیک لایوت میدیم که متنمون رو نمایش بده. و بعد از اینکه این کارو کردیم ما که حالا کنواس رو به حالت قبلش که حالا اینجا مثلا سیوش کرده بودیم برمیگردونیم. و استاتیک لایوت هم دقیقاً به همین شکله. و فرق این دوتا چیه؟ استاتیک لایوت یه فرق عمده که با داینامیک لایوت داره که داینامیک لایوت وقتی که متنمون تغییر میکنه اون ویژگی هایی که داینامیک لایوت داره هم با اون تغییر میکنه، یعنی که مثلا ما میتونیم از استاتیک لایوت بیایم ارتفاع متن بگیریم ولی بعد از اینکه ما میایم این متدش رو اینجا کار میکنه و اینستنس ازش میسازیم اگر متنمون تغییر بکنه این استاتیک لایوت این تغییر متوجه نمیشه ولی داینامیک لایوت این تغییر متوجه میشه، یعنی که اگر بعد از اینکه مثلا ما این داینامیک لایوت رو اینجا اینیشیالایز کردیم بعدش اگر متنمون هم تغییر بکنه داینامیک لایوت این تغییر متوجه میشه و اون ویژگی ها رو میتونیم ازش دریافت بکنیم. ببخشید من دستم این میخوره. مولتی لاین هم که میبینید حالا اولیه که این بالا نمایش داده شده از استاتیک لایت استفاده کردن، پایینی هم داینامیک لایته که میبینید حالا لحاظ ظاهری زیاد فرقی با هم دیگه ندارن توی رسم تکست. بعد مورد بعدی فکر کنم الیپسایز بود. توی الیپسایز کردن و حالا تیریم کردن تکس ما میام از روش های مختلفی استفاده میکنیم که اگر بتونم بیام پایین از کلاس کمکی تکس یوتیلز ما استفاده میکنیم و حالا شبیه استاتیک لایوت اون ویدس نهایی که میتونه متن ما داشته باشه رو بهش میدیم و اینجا شرط رو میذاریم که انتهای متن رو بیا برای ما مثلا ترانکیت بکن و این حالت های مختلف میتونه داشته باشه، میتونه وسط متن رو ترانکیت بکنه یا ابتدای متن رو و اینجا اون متنی که ترانکیت شده رو به ما میده و حالا ما از این متن میتونیم استفاده کنیم برای نمایش دادن توی کنواسمون که اینجا میبینید که از داینامیک لایت استفاده کردیم، استاتیک لایت استفاده کردیم که متنمون رو نمایش بده که حالت دو خطی داره و حالت تک خطی که استاتیک لایت حالت چند خطی چه بخوایم ترانکیت بکنیم اینجا ماکس ویدث رو بهش میدیم که
ببینیم که نهایت ارزی که میتونه داشته باشه متنمون این هستش. فعلا زد فرق هم نمی کنه با حالت قبلیش. اینجا ببینی که خط اولش که تک خطی هست رو ترانکیت کرده. بخش دومش هم که حالا گفتیم که ماکس لاینش دو خط باشه، اگر بیشتر از دو خط شد بدی حالا یه سه نقطه هم آخرش بذار. مورد بعدی آتو فیت کردن تکس هست. حالا برعکس این مثالی که زدیم، ممکنه که ما عرضمون رو بخوایم ثابت نگه داریم و متنمون یه جورایی تغییر بکنه سایزی که داریم نمایش میدیم. بیشتر مثلا توی نمایش متن توی دکمه ها بیشتر استفاده میشه که بعضی جاها مثلا ما میخوایم که متنمون کامل نمایش داده بشه. در هر صورت حالا اولویت سر اینه که متن کامل نمایش داده بشه تا اینکه بخواد ویژگیاش ثابت بمونه. و اینجا میایم از اینجا که بخوام نمایش بدیم دیفالت تکست سایز رو مثلا میدیم 20 SP که حالا اگر متنمون بزرگتر از اون فضایی که در اختیارش قرار دادیم باشه متنمون یکم کوچیک‌تر نمایش داده میشه که کامل نمایش داده بشه. یه بک‌گراند رکتی ما ست میکنیم که مثلا عرضش 150 DP باشه، ارتفاعش هم 50 DP. بعد از اینکه حالا متنمون رو مشخص کردیم که چی باشه و ویژگیش چی باشه، اینجا ما میایم با استفاده از متد میجر تکس عرض متنمون رو مشخص میکنیم و نسبت به عرض بک‌گراندی که داره، حالا بک‌گراند رکته مثلا میشه بک‌گراند اون دکمه‌ای که داریم، و یه درصدی به دست میاد. حالا یه پدینگ هم بهش دادیم که مثلا دیگه خیلی هم دیگه لبه ها رو پر نکنه، و اون نسبتی که به دست میاد رو میان به اون تک سایزمون نسبت میدیم و این تکسمون نسبت به ارزی که دادیم به جوره تغییر میکنه ارزش، و همون هم مثل متدهای قبلی رسمش میکنیم توی کنواس. که حالا بخوایم ببینیم این حالته که اینجایی که حالا کیفیتش خوب نیست، ولی میبینیم که فیت شده. حالا یه پدینگی از چپ و راستش دادیم. حالا اگه این متن بلندتر باشه ریستر میشه، کوتاه‌تر باشه یکم درشت‌تر میشه. مورد بعدی بخوایم بررسی بکنیم استایل دادن به تکس ها هست با استفاده از اسپن ها. حالا ویژگی‌های متن که حالا از قبل هم استفاده کردیم حالا زیاد توضیح نمیدیم، میایم پایین تر استفاده. خب اسپن ها رو بخوام حالا یه توضیح بدیم. اسپن ها یه کلاس های کمکی هستن که مثل حالا چیزها مثل تکس پینت میان یه سری ویژگی‌های ظاهری رو برای یه بخشی از متن برای ما مشخص میکنن. حالا مثلا کلیک اسپن که حالا با توجه به اون بیاد تا اینجا رای کسی سوالی نداشت فهم. حالا بپرس خودش بیاد. کلا تو کاستوم ویو این اتفاقات که میفته ادیتوری که میکنید یکم کد چیز میشه کثیف میشه، راهی نیست برای پترن خاصی با هر یک. اون بار من چاپ کنم بذار رکورد کنم فهم بشه رکورد نه آفتر رکورد آره این یه کد کثیف داری شما بعد از این کد لذت ببرید واقعا کارش نمیشه کرد. حالا ارائه ایمان رو واسه همین گفتم این بیشتر تکس هست و تا اونجا که دیدم از اسپن هم زیاد استفاده میشه. خود اسپن به خیلی تمیزه، یعنی کلاسیه که به عنوان هلپر اومدن نوشتن که کلن کدتون کثیف نباشه. ولی کاستوم ویو همینه، یعنی کاستوم ویو خیلی نزدیکه به اوپن جی ال، چیزی که شما باش کار میکنید به اسم کنواس
خیلی نزدیک به همون سرفیس اوپن جی ال که شما دارید روش میکشید. همه این متدهای مثل درالاین و دایرکت و اینا، همه اینا دوباره تو اوپن جی ال هستش و واقعا کد کثیفه. یعنی هر چقدر هم شما تلاش کنید شاید چند تا کلاس مختلف بنویسید و سعی کنید تمیز باشه، ولی اتفاقا تجربه ثابت کرده هر چقدر کثیف‌تر باشه اون کد آپتیمایزتر و بهتره، یعنی سریع‌تر کار می‌کنه. مخصوصا توی اون چیزی که ایمان حالا مثلا کار کرده بود توی کاستوم ویو، چیزی که کار کرده یه سری شکل بود، اشکال رو میخواست رسم کنه، تازه خیلی مثلا تمیز کار کرده بود، رکتار رو مثلا به جاش اومده بود، ساخته بود، مقدار دهی کرده بود و کد خیلی تمیزی هم درست کرده بود، ولی کدش اصلا اپتیمایز نبود. چرا؟ چون خود اوپن جیل میگه، خود مثلا کانواس میگه کثیف کار کنید. این که مثلا تو ریکت میسازی یعنی چی؟ اصلا تو نباید آبجکت نیو کنی تو آندرا. تو حتی مثلا میخوای یه چیزی هم مثلا رسم کنی بکشی روی صفحه، ریکتشو میگه از همون اول برو مقدار دهی کن، بیت مپ ها رو ست کن روش، بعد فقط بیا ازش استفاده کن و بکش. هیچ وقت ریکتو نه نیو کن نه مقدار دهی کن تو آندرا. اینه که از این نظر اول آخر کد کثیف میشه. هر چقدر کثیف‌تر یعنی شما کد بهتری نوشتی، حرفه‌ای‌تر هستی، کدت آپتیمایزتر، خیلی هم خوبه اتفاقا. مدل بگم چرا این کار رو تو برنامه عادیمون انجام ندادم؟ چون اخراج میشه. ببین یه روش هست که مخصوصا مثلا جایی که کاستوم ویو درست میکنی بعد بخشای مختلف داره، مثلا یه بک‌گراندی داره، خب بعد یه دونه آبجکتی داره که مثلا یه دکمه داری گوشش میکشی، پایین هم مثلا یه شکل مثلثی مثلا انیمیشن داره. خب یه روش که حالا الان اسم پترنش یادم نیست، اینجوری که چیکار می‌کنی؟ برای هر کدوم یه آبجکت جدا می‌سازی، مثلا یه آبجکت باتن درست می‌کنی که وظیفه‌ش چیه؟ فقط اون باتن خودشو بکشه. یه دونه کلاس دیگه درست می‌کنی، مثلا حالا بک‌گراند فلان که چون یه سری مثلا چیز داره روش افکت داره، اون میشه یه کلاس جدا. بعد هر کدوم از اینا یه متد آندرا دارن که تو کانواس بهشون پاس می‌دی، اون تو خودش درا می‌کنه. اینجوری اون کد آندرای کل ویوت خیلی ترتمیزتر میشه. اینجوری نیست که کلی درازی را هم باشه، هر کدوم از این کلاس ها وظیفه درا کردن و بخش خودشون رو دارن. این هم یه روشی که خیلی ترتمیزتر میکنه خود. ولی الزاماً اپتیمایزیشن اصلا نداره. خیلی جا میبینی این کار رو نکنی مثلا کدت سریع تر هم ران میشه، چون هر کدوم از اینه که حالا عباس گفت ممکنه یه رکتی باشه، مثل یه انزه استانداردی، مثل آیکون، یه چیز خیلی استاندارد سایزش. شما میخوایی اینو بکشی، واسه هر کدوم از اینا اومدی یه ریکت گذاشتی تو هر کدوم از این کلاس هلپه. در حالی که اگه این کارو نکنی، ممکنه با یه ریکت بتونی کلی آبجکت بکشی. از این نظر خب بهینه تر. سوالی نبود دیگه تا اینجا قضیه؟ شما میخوایم بفهم ادامه؟ همیگه درد نکنه وقتی دوستایی میکنم باید این مشکلی که پیش اومد. خب حالا تا اینجا که اومدیم، حالا دوستانم اشاره کردن که یکم حالا کدوم کثیف میشه و به هم ریخته میشه و همین روشی هم که گفتن را تا الان که استفاده کردیم خوب بوده، یعنی که یکم کدومون تمیزتر میشه. حالا مثلا پروژه بزرگتر اگه مثلا به سورس کدشون رو چک بکنید مثل مثلا تلگرام، دقیقا همین کار کردن. یعنی این که مثلا اومدن یه کلاس مثلا تکست ویو درست کردن که تمام ویژگی‌هایی که حالا مثلا میتونن داشته باشن تکست‌هاشون تو کل برنامه رو داخل همون کلاس قرار دادن و از اون کلاس دارن یه جوری نیو میکنن توی پروژهشون. و تا حالا اینجایی که اومدیم اسپن‌ها رو بخوایم به صورت کلی حالا ادامه‌ش رو بریم، من مثلا اومدم اینجا گفتم که متنی که مثلا به من میدی رو من میام داخل اون کل متنی که به من دادی میام میگردم و اونایی که بخشیش یا حالا اون تکسی که حالا نمایش داده میشه هستش رو میام دو تا اسپن براش ست میکنم. یه دونه فورگراند کالر اسپن هستش که میام رنگش رو تغییر میدم، یعنی که مثلا یه رنگی میدونه حالا اینجا بهش دادیم رنگش قرمز باشه و مچهش که حالا استارت یعنی از همون ابتدای متنی که به من دادی و انتهاش، و حالا فلگش هم که ست کردیم که اسکلوسیف باشه. و حالا اسپن بعدیش هم ریلیتیف سایز اسپن هستش که اومدیم گفتیم که حالا متنش رو اون بخشی که پیدا کردیم رو دو برابر بکنیم سایزش رو،
و مثل قبلی حالا از اول تا آخر اون یه تیکه متن رو و فلگش هم که دقیقا همون مثل قبلی هست. جان؟ فلگا بستگی به اون اسپنی که استفاده میکنیم داره. مثلا بعضی جا میایم یه اسپنی استفاده میکنیم که روی متنمون یه خطی بکشه. حالا اکسکلوسیو و اینکلوسیو حالت چهار تا حالت پیدا میکنه دیگه، یعنی که اکسکلوسیو اینکلوسیو و حالا جا به جای اینا بستگی به اون اسپنه داره بیشتر، ولی معمولا هم همین حالت اکسکلوسیوش استفاده میکنن. حالا اگه بخواید بیشتر راجبش صحبت بکنیم، زیاد من دریش نشدم. و حالا موردهای بعدیش رو بخوایم مثال بزنیم، تقریبا همین حالت رو داره، یعنی که مثلا میایم رنگش رو تغییر میدیم یا هایلایتش میکنیم، یعنی میایم رنگی رو روی متن میکشیم که حالا اینجا اومدیم گفتیم که حالا همون متنی که داده رو بیا داخل کل متنمون بگرد و پیدا کن و بیا یه رنگ هایلایت زرد روش بکش و دقیقا مثل قبلی ها. و بیشتر چالشمون توی اسپن ها استفاده کردن از کلیکبل اسپن هستش که توی کنواس کلیکبل اسپن اون ایونت کلیکش کار نمیکنه و از یه روش دیگه ای باید استفاده کنیم. حالا جلوتر باش درگیر میشیم. دو تا انگوش هم عادت نداریم به مک. حالا چیزهای مختلفی هست که حالا بستگی به اون استفاده که میخواید بکنید یکی یکی میتونید اینا رو تست بکنید. و حالا من یه دونه هایلایت هشتگز رو من یه دونه اینجا تست بکنیم با هم. که حالا اومدم گفتم که اگر حالا متنمون با کاراکتر هشتگ شروع شده بود، هم فارسی هم انگلیسی، بیاییم داخل متن رنگش رو تغییر بدیم و اون متنی که حالا قراره که استفاده بکنیم. حالا من اومدم از کلاس کلیکبل اسپن یه دونه کلاس ساختم اینو کلیک اسپن که یکم حالا ویژگیاشو بیشتر بکنیم. اینجا این متد آن کلیکش توی کنواس کار نمیکنه و از یه روش دیگه باید استفاده کنیم. و اینجا حالا توی کنستراکتور شما تکستشو نگه میدارید، بعداً به این تکست حالا نیاز داریم که با این یه کاری انجام بدیم. جلوتر با این بیشتر را درگی میشیم. بله یه چیز بشه، بعد اسلاید آخر که گفتم که کلیک ها رو هندل بکنی اونجا مشخص میشه که چی جوری باید این کار انجام بدیم. خب مورد بعدی هم شیدر بود. روش بعدی که حالا میتونیم متنمون رو یکم استایل بهش بدیم و یه سری تغییراتی اعمال بکنیم استفاده کردن از شیدرها و ماسک فیلترهاست که سه تا حالا مثال اینجا آوردیم توی اسکرین شات هم که دیدید. اولش گرادینت شیدر هستش که حالا من پیدا بکنم کجا استفادهش کردم. حتی دروشت اصلا دیده نمیشه. خب حالا بیت مپ تکس پینتمون رو میایم یه از متد ست شیدرش استفاده میکنیم که یه بیت مپ شیدری رو بهش میدیم که اون عکسی که مثلا میخوایم نمایش بدیم رو روی اون تکسمون اعمال میکنه، یعنی تکسمون حالت عکس پیدا میکنه. و اینجا تایل مودش رو میرور گذاشتیم، یعنی که بیاد همون رو آینه بکنه و برعکس بکنه و ادامه بده روی متنمون. و حالا بخوایم خروجیش هم ببینیم که بهتر متوجه بشیم. این که حالت اسپنمون بود که مثال قبلی رو دیدیم که این هم سایزش تغییر کرده و هم رنگش. و این ایمیج اسپنمون بود که اومدیم گفتیم که به جای حالا یه کاراکتر خاص بیاد از این عکسی که بهش دادیم استفاده بکنه. و این کلیکبل اسپنش که اینجا کار نمیکنه، حالا توی روش‌های بعدی که حالا
راجبش صحبت میکنیم اینجا هندل کردیم که اینجا اگه کلیک هم شو یه متد توسی نشون میده که همون متدی که روش کلیک شده رو بهمون نمایش بده. و تکست شیدر هم به همین صورت که حالا گرادینت شیدرمونه که حالا سه تا رنگ بهش دیدیم که از قرمز و آبی و سبز استفاده شده. بیت مپ شیدر هم که همون عکسی که حالا به صورت بیت مپ بهش دادیم رو روی تکستمون اعمال میکنه. و بلور ماسک تکست هم که اون اوپاسیدی تکستمون رو تغییر میده. فقط اینجا یه فرقی که با قبلی ها داره اینه که بعضی از این بلور ماسک ها ماسک فیلتر ها توی حالت هاردویر اکسلریشن کار نمی کنن و باید ما بیایم لیر تایپ این مثلا پینتمون رو روی سافت‌ویر بذاریم، یعنی که بیایم این کار رو اجرای نرم افزاری انجام بدیم تا از فیچر سخت افزاری استفاده بکنیم. که حالا اومدیم اینجا گفتیم که یه بلور ماسکی میخوایم که رادیوسش 2 dp باشه و حالت نرمال داشته باشه، که این چیزهای مختلفی داره که خود مثلا متن یا سایه دور متن رو بیاد بلور بکنه یا حالت اوتلاین داشته باشه. یه فیلتر یه کلاس دیگه. بله و حالا داخل متن هم که حالا همونجوری مثل قبلی ها نمایش میدیم دیگه، تغییره که روی پینت تکستمون بیشتر اعمال میکنیم.